شهر اشتباه تاکتیکی دیگه. دو تا مطلب رو بهش نقش گفتی و میگه گفتش هم اشتباه کرد. میگه من چند سرزی بدن بودم وقتی دست میرزیده که یکی هم بودم وقتی میخواه حرکت رو به جلو باشی و موضوع باید نینش. آقا پژمان درباره حالا نتیجه کلی تیم صحبت نمی کنید؟ آقا پژمان درباره تیم کلا صحبت نمی کنید؟ مسابقه تموم شد؟ درباره تیم چرا صحبت نمی کنید؟ بالاخره اگه یکی دو دقیقه وایسید ممنون میشه. من اگه چیزی بدید بعد برم بخوردم. حالا صحبت کوتاه پس داشته باشید چطور بود؟ خوب بود نتایج، بالاخره یه اون قهرمان دنیا شده، چهار تا مدال گرفتیم، روسا با تمام ستاره هاشون چهار تا مدال گرفتن. به هر صورت سال قبل از المپیکه. درسته. و فکر میکنم تو این 10 سال گذشته مسابقات جهانی به این سنگینی ما نداشت. حالا یه خورده شاید مدالا خوشنگتر میشد بشه. دیگه میگم دیگه این اتفاقایی که تو کشتی میافته دیگه طبیعیه، ولی بچه‌ها ما زحمت خودشون رو کشیدن. دوستا اشتباه فردی ما داشتیم بچه‌هامون. ولی خودت راضی از نتیجه؟ نه من توقعم بیشتر بوده. من توقعم از تیم بیشتر بوده، ولی میگم سطح مسابقات خیلی بالا بود. شاید توی 10 سال گذشته همچین مسابقات قهرمانی جهان برگزار نشده بود و شما دیدید اصلا ترافیک اوزان المپیک اصلا غیر قابل تصور بود. خیلی اصلا آقا جان یه خود با روسیه و آمریکا هنوز اختلاف داریم ما، باید کابیشر طبیعیه. ما این اختلاف سالیان سال تو پشتی ما وجود داره و هر کسی بخواد غیر از این صحبت کنه خودشو گول زده. ما فراموش نکنیم سال 2017 و 2018 ما تیم نهم و ششم جهان رو تعویض گرفتیم. 2017 یه طلا گرفتیم و تو 2018 دو تا برنز فقط گرفتیم. ما اینو فراموش نکنیم. ولی ما سال گذشته سوم جهان شدیم، امسال سال 2021 سوم جهان شدیم با 7 مدال، 2022 با 7 مدال دوم جهان شدیم، امسال هم با 4 مدال دوم جهان شدیم. روسا با تمام ستاره هاش شما دیدید تو این مسابقه ها سعدالوف مدال نگرفت، اوگویف مدال نگرفت، دو تا قهرمان المپیک روسا مدال نگرفتن. گلج میتونه صد تا ببره. بله گلج فقط یک لحظه اشتباه کرد. من میگم طبیعیه این اتفاقات تو کشتی. شما دیدید اسنایدر هم با اون 8 مدال طلای جهان المپیک و مدال با اونم مدال جهان المپیک دیدید که شما در مقابل کشتیر جوان بحرینی. آقا جان مردم خیلی ناراحت شد باخت حسن، خودتون حالا حستون رو بگید نظرتون. همه ناراحت میشن طبیعیه، حسن اسطوره کشتی ایرانه، نماد کشتی ایرانه در حال حاضر و به هر صورت شکستش همه را غمگین میکنه. مردم هم حق دارن ناراحت میشن از باخت حسن، ولی به شما در مورد کشتی اصلا این چیز بگم، شما کشتی رو تا قبل از اون دوخمی که گرفت اون کندو فعلا انفعالی که انجام شد برید نگاه کنید، تمام کشتی رو حسن تا 30 ثانیه آخر سدیقه نخست سر بود. دیلور واقعا نمیتونست کاری بکنه، تمام برنامه تاکتیکیش رو داشت خوب انجام میداد. تو اون دوخمه هم من میگم حالا نظر داورم متفاوته، یه سری میگن پوان درست بوده و یه سری هم هنوز میگن که پوانی که داور وسط داد 4-1 به نفع حسن درست بوده و من بازم برای این اعتقادم که پوان حسن مجری فهم بوده. شما روز گذشته دید کشتیگیر امروز صبح با کایل اسنایدر و ازبکی فکر کنم من مشابه هم به اتفاق افتاد. دیروز با بحرینی اسنایدر دقیقاً هر دوشون بله دوخم رو گرفته بود اسنایدر و بحرینی کندر اجا که فقط 4 پوان به بحرینی دارن. میگم حالا کشتیه در مورد سهمیه ما دو تا قطعی گرفتیم، یادم میاد رحمان باید کشتی بگیره، اگه حالا سه تا بشه خوب بود، راضی بود. نه راضی نیستیم. چرا؟ من حقیقتا یونس امامی میتونست سهمیه رو بگیره و نمیدونم کشتی رو واگذار کرد به تسابالوف در این برتری. کشتی سخته رو برد، کینچات زر رو اومد به تسابالوف باخت. اینکه تسابالوف تو ارده تیم ما بود داشت تمرین کرد، در واقع دستش رو شده بود برای تسابالوف، اینا به نظرت نه تأثیر نداره؟ ببینید آقا محسن من یه چیزی به شما بگم، دقیقاً همون اتفاقی که تو تمرینات افتاده بود همینجا افتاد. یعنی ما به یونس امامی قبل کشتی گفتیم، شما میتونید از خودش هم سوال کنید، تسابالوف تمام برنامهش برای اول کشتی بود چون میدونست کم میاره و متاسفانه یونس امامی دامش گرفتار شده علی رغم گوشزدهایی که از قبل کشتی بهش شده بود.
اون چهار پانی که اول کشتی خورد تمام شیرازه کار از هم پاشون و تو این کشتی که این صد باره برگزار میشه واقعا سخته، مثل همین الان رحمان شما دیدید کشتی دو هیچ جلو بود و سوار کشتی و واقعا ممدوف نمیتونست کاری کنه. شما کشتی رو اگه آنالیز فنی بکنید تمام 6 دقیقه رو ممدوف مدافع بوده، ولی یک آن وقتی دو هیچ جلو بود احساسی که گفت قول بده، من از قبلش بهش گفتم بودم این دو تا تو میخواد پاهم بگیره، یکی وقتی دستی رکت بشه وقتی میخواد فشار بدی از سمت چپ سرزی بغلت کنه و یکی هم وقتی داری هولش میدی تو حرکت یا لاتشا پاشو گیری چه دستی کتفه لنگت کنه و هر دون اتفاق افتاد. در مورد گلیج هم میگین آسیب دیدن 97 کیلو بازی آسیایی نه گلیج آسیب دیدگیش اونچنان جدی نیستش و بعد بریم ایران تصمیم بگیریم در مورد 97 کیلو گرم. ما 10-12 هفته دیگه مسابقه بازی آسیایی رو در پیش داریم که مسابقه سنگینیه. خدمتتون باید عرض کنم که در صورت بچه هم توقع کادر فنی، هم توقع فدراسیون کشتی و هم توقع خود بچه‌ها بیشتر از این اتفاقاتی بود که اینجا افتاد. من میگم نتایج خوبیه، تیم ما قهرمان دنیا شده، 4 تا مدال هم گرفتیم، ولی توقع از تیم هم من هم فدراسیون و هم خود بچه‌ها بالاتر از این نتایجی بود که اتفاق افتاد. آقا جان سوال آخر، حالا زیاد وقت نگیریم، تغییر تحولاتی دارید خواهید داشت واسه المپیک، چه کشتیگیر چه کادر فنی؟ کشتیگیر که بعد چرخه انتخاب تیم ملی که تعریف میشه هر سال، به هر حال یه سری نفرات اومدن بازم نه به هر صورت ما باید نسبت به سهمیه‌ای که نگرفتیم امسال کار خود متفاوته. ما یک سری سهمیه الان احتمالاً سه وزمون سهمیه نداشته باشیم و اول باید فکر کنیم برای اون سهمیه ها و الان تو قرآن مسابقه است. من نمیتونم برای جواب شما بدم. ما باید الان تیم رو به لحاظ روحی روانی جمع کنیم. اینقدر توقع مردم خدا رو شکر دفته بالا و این خوبه ها. من آقای درست که همین این توقع رو شما خودتون بالا بردید، یعنی ما سابقه نداشته 7 مدال بگیریم در مسابقات جهانی، شما در نروژ 7 مدال گرفتیم و از اون به بعد بلگراد هم بله همین 7 تکرار شد و این توقع رو خودتون بالا بردید. خوشحالم که این اتفاق افتاد آقای وطن دوست عزیز. به هر صورت توقع مردم تو این دو سال گذشته از کشتی خیلی بالا رفته. اگر ما عرض کردم یه خورده عقب‌تر نگاه کنیم سال 2017 و 2018 رو، من نمیخوام بگم حد کشتی ما سال 2017 و 2018 بوده، ولی شما تاریخ رو هم که نگاه میکنید ما تو بهترین زمانهایی هم که خوب بوده تیم اون 4 تا مدال گرفت یا 5 تا. نهایتش تاریخ که قهرمان جهان شدیم ما 5 تا مدال گرفتیم. بله ما تو بهترین حالت‌ها که تیممون خیلی خوب نتیجه گرفته 5 تا مدال گرفتیم. تو طول تاریخ رو من دارم عرض می‌کنم. ولی ما دو سال گذشته دو تا 7 مدال گرفتیم و توقع مردم به حق و مردم ولی نعمت‌های ما هستن، عزیزای ما هستن و تمام تلاش شما هم اینه که مردم رو خوشحال کنیم. ولی 4 تا مدال با کسب عنوان نایب قهرمانی هم بد نیست، ولی نگذریم از سال قبل از اونم سر سال قبل از اونم پیک. ولی به هر صورت یکی دو تا بچه‌های ما باید صادق باشیم، کشتی نگرفتن در حد و اندازه خودشون، کشتی نگرفتن مثل رضا عطری، مثل رحمان عموزاد و امیرعلی آبسرگیری که بهش اعتماد شده بود و نمیخوام هم بیان فقط اینا مقصرن، حتما یه مجموعه مقصره، ولی من بعد اینجا این رو عرض کنم که فدراسیون کشتی من فکر نمی کنم تا حالا اینقدر حمایت از ما کرده بود. ما هیچ وقت هیچ امکاناتی رو اینجوری در اختیار نداشتیم. ما همه چیزمون واقعا در حد ایدئال بود و فدراسیون کشتی الحق و الانصاف خیلی برای ما زحمت کشیده. من باید اینجا این رو بگم که فدراسیون کشتی هر آنچه حمایتی که باید انجام می‌شده رو از تیم ملی کشتی آزاد انجام داده. دکتر تغذیه، دکتر روانشناس و تمام امکاناتی که برای موفقیت تیم هست رو فراهم کرده و حق رو هم داره که توقعش برای نتیجه گیری از این نتیجه بهتر باشه و انشالله که باید بهتر کار کنیم. انشالله اول دو بازی آسیایی ما موفق بشیم، بعد سهمیه المپیک رو بگیریم و بعد انشالله تو المپیک سهمیه رو برداریم. آقا موفق باشیم. یا علی مخلصه. یا علی خداحافظ.